چرا آخوند شیاد از هر شکافی برای مذاکره ذلت‌بار در همان چارچوب خامنه‌ای استفاده می‌کند؟ علی ظاهر در زبان فعلا جدی هستن، یک چارچوبی مقام معظم رهبری تعیین کرده، در اون چارچوب حرکت می‌کنیم، یک ثانیه هم وقت تلف نمی‌کنیم. فضای مذاکرات نمیتونم بگم مثبت یا منفی هست، ولی به هر حال فضای سازنده ای هست. اما کار به این سادگی ها نیست. حاصل چند هفته رایزنی و تلاش در وین به تشدید بحران درونی رژیم منجر شد. نسبت به این خبرهایی که به ما داره میرسه، داره یک کلاه گشاده جدیدی به سر کشور داره عرض شود گذاشته میشه. تایی که الان در وین مطرحه که بعضی از تحریما برداشته بشه، بعضی نه، و بعضی هم در مورد مذاکره، این هم خلاف قانون مجلسه، هم خلاف سیاست های قطعی اعلام شده توسط مقام معظم رهبری است. حتی اگر بیان بگن آقا نگاه کن این پول تو حسابه، این اسمش لغو تحریم نیست، این یه جورایی میشه شعبده لغو تحریم، دروغ لغو تحریم اگر بخوایم بگیم. در چنین شرایطی مذاکره کردن جز وادادن و امتیاز دادن چیزی گیر میاد؟ عجله بدو 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 بدو. متاسفانه همه امور از مردم پنهانه. یک رسانه حکومتی ضمن اشاره به بحران امنیت در نظام نوشت آنها از تلاش برای رسیدن به برجام موشکی و منطقه‌ای دست بر نخواهند داشت و تمام تلاش خود را خواهند کرد که چه به شکل برجام پلاس، چه به شکل الحاقیه و چه به شکل اصلاحیه روند مذاکرات را به مسائل موشکی و منطقه‌ای بکشانند. متاسفانه بعد از انفجار نطنز اجازه مذاکره داده شد. دو که قبلش به صراحت اعلام شد مذاکره نمی‌کنیم تا تمام تحریم‌ها برداشته بشه. یعنی راه دیگه باز نداریم. بازم بخوایم ما مسائلمون رو با دنیا حل بکنیم، بازم باید برگردیم به برجام و احیای برجام. بله، التماس‌های برجامی روحانی در چارچوب خامنه‌ای یکی دیگر از علائم بن‌بست لاعلاج و وحشت از فوران خشم مردم در آستانه انتخابات است.